گزارش هفته اشپیگل آلمان درباره توطئه تروریستی رژیم علیه گرد همایی پاریس و اعترافهای دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم در آلمان و تروریست های دستگیر شده در بلژیک 29 سپتامبر 2018 اسدالله اسدی باید یک سوء قصد علیه گرد همایی گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در پاریس را آماده سازی و هدایت کرده باشد. یک زوج که ماده انفجاری به همراه داشتند و در مسیر تردد از بروکسل به پاریس دستگیر شدند گفتند چند روز قبل از دستگیری اسدی به آنها در یک بازار در لوکزامبورگ ماده انفجاری و چاشنی انفجاری را تحویل داده است این زوج گفتند از جانب اسدی ماموریت داشتند دست به این سوء قصد بزنند بعد حدود ده سال پیش ماموریت جاسوسی داشتند نامی و سعدونی طی سالیان طولانی اطلاعاتی را از زندگی داخلی مجاهدین خلق به رژیم ایران میدادند. آنها با افسر فرماندهشان اسدالله اسدی در ونیز، میلان، زالسبورگ، ویان و در تهران ملاقات کردند. اسدی در هر دیدار حدود هزار یورو به آنها میداده که پول زیادی برای این دو نفر بود است. از مدارک محرمانه ادارات آلمانی چنین برمی آید که معموران رژیم ایران از ارتکاب به قتل نیز ابایی ندارند بنا به این منابع به طور خاص مجاهدین خلق از سوی وزارت اطلاعات و امنیت مورد جاسوسی قرار دارند منابع اطلاعات سرویس های امنیتی آلمان حدود سی هزار نفر در خدمت اطلاعات رژیم ایران کار می کنند. که افراد اپوزیسیون را در داخل و خارج کشور تحت نظر دارند در آلمان هرچه بیشتر به این سوء قصد طراحی شده پرداخته میشد حفظ توافق اتمی مشکل تر می گردید مجله اشپیگل آلمان در گزارش مشروحی در شماره این هفته خود تحت عنوان بم در کیف آرایش به توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت و دستگیری دیپلمات تروریست آخوندها اسدالله اسدی و بازجویی ها از او در آلمان و مزدوران تروریست در بلژیک پرداخته و می نویسند مأموریت مخفی فرد متهم به جاسوسی در اتوبان شماره 3 بین شهرهای آشافنبورگ و ورتسبورگ پایان یافت. ماموران پلیس اسدالله اسدی را در پارکینگ اشپسارتزود واقع در این اتوبان دستگیر کردند. او به عنوان دبیر سوم نمایندگی دیپلماتیک رژیم ایران در وین ثبت شده است. سپس پلیس های آلمانی این به اصطلاح دیپلمات را به ایستگاه پلیس منتقل کردند. همسر او و دو پسرش نیز باید همراه او می رفتند. بعد سگ پلیس خودروی ون قرمزرنگ این خانواده را جستجو کرد. این سگ پلیس ضد انفجار دور تا دور این ماشین که در وین کرایه شده بود چرخید. او به طور قابل توجهی روی قسمت پشتی ماشین فورد مدل ایکس ماکس واکنش نشان میداد. یک کارمند پلیس در یادداشت خود نوشته است که این سگ نسبت به ماشین واکنش داشت. آیا اسدالله اسدی ماده انفجاری را با این ماشین منتقل کرده است؟ بسیاری از علائم حاکی از همین است. در این اسناد داستان فدرال علیه اسدی به اتهام اشتغال به عنوان مامور سرویس مخفی و به اتهام یک سوء قصد بمبگذاری طراحی شده تحقیق می کند. این فرد باید یک سوء قصد علیه گردهمایی گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در پاریس را آماده سازی و هدایت کرده باشد. در این گردهمایی که در پایان جوان در پاریس برگزار شد، از جمله رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و فرد مورد اعتماد امروزی ترامپ سخنرانی کرد. اشپیگل در ادامه گزارش خود به شرح دستگیری دو معمور تروریست رژیم در بلژیک که آماده انتقال مواد انفجاری به پاریس برای بمبگذاری در گرد همایی بزرگ مقاومت بودن پرداخته و می نویسد یک زوج از بلژیک با یک ماده انفجاری در مسیر تردد به پاریس بودند که هر دو فرد در بروکسل دستگیر شدند نهایتا آنها مأمور رژیم ایران اسدی را شدیداً متهم کردند. آنها گفتند با مأموریت از جانب وی از حدود ده سال پیش علیه اعضای اپوزیسیون جاسوسی می کنند و او آنها را به این مأموریت واداشته که دست به این سوء قصد بزنند. آنها گفتند چند روز قبل از دستگیریشان اسدی به آنها در یک بازار در لوکزامبورگ 500 گرم ماده انفجاری TATP تی تی و یک چاشنی انفجاری با کنترل از راه دور را تحویل داده است. در حال حاضر معموران در آلمان، بلژیک، فرانسه و اتریش روی این پرونده کار می کنند. سوء قصد برنامه ریزی شده در پاریس تنها در پشت پرده حساسیت ها را برانگیخت. علاقاعده می بایست یک چنین واقعی روابط دیپلماتیک بین فرانسه، آلمان و کل اتحادیه اروپا با رژیم تهران را به شدت متشنج کند. مازالک برای دولت آلمان و اتحادیه اروپا چیز دیگری بیشتر اهمیت دارد. پس از خروج ایالات متحده از توافق اتمی، آنها آلمان و اتحادیه اروپا میخواهند به هر ترتیب شده به توافق اتمی با رژیم ایران پایبند بمانند هرچه بیشتر به این سوء قصد طراحی شده پرداخته میشد حفظ توافق اتمی مشکلتر میشد زیرا چگونه یک حکومت میتواند قابل اعتماد باشد در حالی که دستور به انجام رساندن های قصدهای بمبگذاری در خاک شرکای خود را میدهد اشمیگل در ادامه گزارش خود به تحقیقات در آلمان درباره دیپلمات تروریست دستگیر شده رژیم پرداخته و میافزاید دو نفر دستگیر شده در بلژیک امیر سعدونی و نسیم نوامی سالها پیش در بلژیک تقاضای پناهندگی کردند و از مدتی پیش در مجاهدین خلق فعال شدند تقریبا به همین مدت هر دوی آنها به عنوان جاسوس برای سرویس مخفی رژیم ایران در تهران کار می کردند. آنها طی سالیان طولانی اطلاعاتی را از زندگی داخلی مجاهدین خلق به رژیم ایران میدادند. آنها با افسر فرماندهشان یعنی اسدالله اسدی در ونیز، میلان، زالسبورگ، ویان و در تهران ملاقات کردند. آنها او را فقط به اسم دانیل می شناختند. اسدی در هر دیدار حدود چار هزار یورو به آنها می داده که پول زیادی برای این دو نفر بوده است. سعدونی نواخر به عنوان انباردار و نوامی به عنوان اتوکش کار می کردند. سرویس مخفی رژیم ایران وزارت اطلاعات و امنیت که اسدالله اسدی باید عضو آن باشد یک پایه مهم رژیم تهران است بنابر اطلاعات سرویس های امنیتی آلمان حدود سی نفر در خدمت این سرویس رژیم ایران کار می که اساسا افراد اپوزیسیون را در داخل و خارج کشور تحت نظر دارند از مدارک محرمانه ادارات آلمانی چنین برمیآید که معموران رژیم ایران از ارتکاب به قتل نیز ابایی ندارند بنا این منابع به طور خاص مجاهدین خلق از سوی وزارت اطلاعات و امنیت مورد جاسوسی قرار دارند اسدالله اسدی با اسم مستعار دانیل باید به این دو جاسوسش در ماه مارس مأموریت ارتکاب به قتل را داده باشد این دو نفر بعد از دستگیریشان به پلیس گفتند که وی اسدی به آنان گفته بوده که آنها یک دستگاه دریافت می کنند و باید این دستگاه را در گرده بزرگ مجاهدین خلق در نزدیکی میزهای غذا قرار دهند و از فاصله 300 متری آن را فعال کنند به گفته آنها کمی قبل از سوء قصد طراحی شده او اسدی با آنها در لوکزامبورگ یک کیف آرایش آبی رنگ را تحویل داده بود که ماده انفجاری در آن مخفی شده بود معمور اسدی آشکارا تلاش کرده بود تا مسافرت به آنجا لوکزامبورگ را تحت پوش یک مسافرت تعطیلات خانوادگی انجام دهد او یک ماشین ون قرمز رنگ را در وین کرایه کرده و با دو پسر 17 و 21 ساله اش و به همراه همسرش به این سفر رفت این مسافرت احتمالاً باید مأموریتی بوده باشد مسیر تردد از شهر کوخم به سمت لوکزامبورگ و بلژیک سپس به بون و کل بوده است یکی از پسران اسدی به پلیس گفته است که پدرش در یک بازار در لوکزامبورگ به طور اتفاقی یکی از آشنایان قدیمیش را دیده است به گفته ی وی او احتمالا یک دوست از دوران جنگ عراق بوده و به هر حال آن دو با هم یک ساعت برای صرف نهار رفتند تحقیقگران با این فرض حرکت می کنند که این فرد آشنا امیر سعدونی بوده است. گفته می شود که در این دیدار در لوکزامبورگ افراد متهم به توطعه با هم قرار می گذارند که بعد از سوء قصد در کل با هم دیدار کنند. امیر سعدونی می گوید ما باید گزارش می دادیم که اوضاع چطور پیش رفت. به گفته وی قرار بوده که بر سر محل دقیق و زمان دیدار بعدا توافق شود. برای این منظور دانیل اسدالله اسدی به آنها یک دستگاه تلفن دستی با یک شماره اتریشی داده بود. موضوع به این مرحله نرسید زیرا ادارات بلژیکی امیر سعدونی و همسرش را قبل از اقدام دستگیر کردند. بعد از آن اسدالله اسدی و خانواده شروع به بازگشت از مسافرت کردند. آنها از یک هتل به نام هتل رومانتیک در شهر برگیش گلادباخ راهی جنوب آلمان شدند که در پارکینگ اتوبان به دام پلیس افتادند. اسدالله اسدی اکنون در حبس به سر میبرد بلژیکیها تقاضای استرداد او را دادند و وی با آن مخالفت کرده است وکیل او به توافق وین استناد می کند که برای دیپلمات‌ها ها ترانزیت آزاد به محل اشتغالشان را تضمین می کند. وزارت خارجه آلمان در مقابل بر این عقیده است که یک چنین ترانزیتی به واسطه چندین روز فعالیت تروریستی می تواند متوقف شود. به هر حال مشخص است که خانواده اسدی از اقامتش در آلمان خاطرات فرهنگی کمی به همراه برده است. پسران این جاسوس اسدی نمی توانستند اسامی قلعه هایی را که ظاهرا از آنها دیدن کرده اند به یاد بیاورند. همسر او حتی نمی توانست اسامی کشورهایی را که در آنها بوده اند بگوید. پلیس ها از وی پرسیدند که حداقل می توانی بگویی که همین الان در چه کشوری هستی و وی پاسخ داده که این را نیز نمی داند.